یک روز پس از تیراندازی در یکی از ساختمان‌های اداری وابسته به نیروی دریایی آمریکا در واشنگتن دی سی، تعدادی از ساکنان پایتخت از 12 قربانی این واقعه تجلیل کردند. همزمان پرچم آمریکا در کاخ سفید و کنگره به حالت نیمه افراشته درآمد. انگیزه این کشتار هنوز مشخص نشده، ولی پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده که فرد سیاه‌پوست 34 ساله‌ای به نام آرون الکسیس که در محل تیراندازی کشته شده عامل آن بوده است. بنابر گزارش‌ها، آرون الکسیس که از سال 2007 تا 2011 به عنوان متخصص رایانه در نیروی دریایی آمریکا کار می‌کرده، به دلیل برخی مشکلات رفتاری از ادامه همکاری بازمانده است. یکی از دوستان او می‌گوید هرگز هیچ نشانی از عصبانیت یا رفتار تهاجمی در او نبود. نمی‌دانم، شاید او افسرده بود. نمی‌دانم، مربوط به شغلش بوده و یا دلیل دیگری داشته. پلیس محل زندگی خانواده او را در نیویورک تحت محاصره خود درآورده است. برادر ناتنی آرون الکسیس درباره واکنش خانواده او میگوید: من اینجا نبودم تا واکنش آنها را ببینم، ولی بعداً وقتی رسیدم دیدم که آنها خیلی نگران و مضطرب بودند و گریه میکردند. خیلی دردآور بود. قلب آنها بیشتر با مجروحان این واقعه است. میدانید که تعداد بیشتری هم جانشان را از دست دادند و ما نمیخواهیم که تعداد قربانیان افزایش یابد. این واقعه مهمترین حادثه تیراندازی در یک مرکز نظامی پس از حادثه تیراندازی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس آمریکا در سال 2009 میلادی محسوب می شود. حادثه‌ای که باعث کشته شدن 13 نظامی آمریکایی شد.